تو حالت سوم نوت ها به شکل متصل اجرا میشن، هر دو نوت تو یک آرشه. پس ما با آرشه راست اگر شروع کنیم، دو تا نوت اول تو یک آرشه، آرشه راست، دو تا نوت بعدی تو آرشه چپ، دوباره همینطور برعکس. یه دست اجرا میکنم، پس این میشه حالت سوم که شما میتونید با هر سرعتی که راحت هستین این رو هم اجرا کنید. و اما حالت چهارم، باز هم خطوط اتصال رو داریم، این بار بین چهار تا نوت. پس آرشه راست شروع میشه، چهار تا نوت رو در بر میگیره، دوباره بر میگرده با چهار تا نوت بعدی، با هم اجرا میکنم و باز هم کل قطعه رو باید با همین فیگور اجرا کنید. اما به این نکته دقت کنید، چون ما چهار تا دولا چنگ رو توی یک آرشه داریم، وقتی به چنگ ها هم میرسیم ترجیحاً هر دو تا چنگ رو توی یک آرشه بزنید، چون معادل چهار تا دولا چنگ میشن. پس وقتی به میزان چهارم رسیدیم میزنید توی یک آرشه، دوباره سول میان توی یک آرشه. پس شد دو می سول می، بر اساس فیگوری که یاد گرفتیم. اینجا هم باید ما دو تا دو تا توی یک آرشه بزنیم. تو حالت پنجم تمام نوت ها قراره توی یک آرشه اجرا بشن. بنابراین شما باید اول نوت رو کامل بشناسید، با سرعت بالا تمرین کرده باشین که بتونید حالا با سرعت بالا توی یک آرشه نوت ها رو جای بدین. چون اگر سرعتتون پایین باشه طبیعتاً امکانش از آرشه شما کوتاه بشه، زمانتون کم بیاد و نوت ها توی یک آرشه جا نشن. پس سرعت میره بالا و توی یک آرشه اجرا میکنیم. به همین شکل کل قطعه همه میزان ها هر کدوم توی یک آرشه اجرا میشن. اما حالت ششم، تکنیک جدید رو شما یاد میگیرید به اسم استاکاتو یا نوت‌های مقطع. تو این حالت شما آرشه‌تون روی سیم هست، حرکت میکنه، میمونه. در واقع شما مقطع اجرا میکنید و علاوه بر اون نصف ارزش نوت رو اجرا میکنید. اگر دولا چنگه، سلا چنگ اجرا میکنید. اگر چنگه، دولا چنگ اجرا میکنید. اینجا ما دولا چنگ داریم، تو حالت عادی باید همچین صدایی بده. وقتی استاکاتو میشه هم مقطع میشه هم نصف ارزشش. و همونطور که میبینید آرشه از روی سیم بلند نمیشه، رفت و برگشت داره و مکس 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 به همین شکل تا آخر. پس میشه پس شما وقتی حرکت رو انجام میدین بهتره که با مچتون آرشه رو تکون بدین، حرکت بدین و با انگشت اشارتون چوب رو فشار بیارین به سمت ساز که آرشه قرص بمونه اینطوری نشه، ته صدا میبینید یه مقدار میمونه. به این شکل نباید اجرا بشه. و اما حالت هفتم، شما باید همین استاکاتو ها رو توی یک آرشه اجرا کنید برای چهار نوت توی یک آرشه. میشه مثلا همون حالت اولش رو میزنیم، پس همش توی آرشه بود چهار تا نوت، دوباره همینو بر میگردونیم میزنیم، کلشو با هم میزنم. پس شما حرکت میکنید وای میستین، دوباره به همون جهت حرکت میکنید وای میستین تا اون آرشه کامل بشه. چهار تا نوت توی یک آرشه، دوباره بر میگردیم چهار تا نوت تو آرشه بعدی. پس هم حالت استاکاتو رو داریم، فقط با این تفاوت که تو یک آرشه میتونه اجرا شه. این حالت میتونه تو دو تا نوت باشه، هشت تا نوت باشه، فرقی نمیکنه. برای مثال میتونید دو تایی بزنید، ولی شما همین چهار تا رو بزنید کافیه. اما حالت بعدی،
شما تکنیک جدیدی رو مجددا یاد میگیرین به اسم اسپیکاتو. اسپیکاتو حالت تون شده استاکاتو، یعنی باز هم نوت‌ها مقطع هستن اما چون سرعتش خیلی باید بالا باشه دیگه نمیتونیم آرشه رو روی سیم نگه داریم، مجبوریم بپرونیم از روی سیم، ضربه بزنیم بلند چه میشه، یعنی در واقع حرکت داره آرشه بلند هم میشه. خود درس رو براتون میزنم. در واقع میتونیم به صورت بالاتر بزنیم، از آرشه بلند میشه، آرشه پرانی هم بهش میگن، اسپیکاتو هم اسم اصلیشه. علامتی که داره یک علامتی هست که به شکل قوی به ضعیف هست، یک علامت کوچیکی که زیر نوت معمولا میاد که به این علامت علامت اکسنت هم میگیم، که تو این فرمت تو این قالب ما برای اسپیکاتو استفاده میکنیم. پس علامت یکی از قوی به ضعیف نوت رو نشون میده. یک بار دیگه اجرا میکنم. و اما حالت آخر تکنیکی هست به اسم تنوتو. توی این حالت شما یک خط صاف زیر نوت ها میبینید و به این منظور نوشته میشه که شما نوت رو به شکل نرم و با موج معمولا اجرا کنید و تمام و کمال اون نوت باید شنیده بشه، به هیچ عنوان کوتاه نمیشه. خیلی شبیه حالت های اوله، با این تفاوت که دیگه شما به هیچ عنوان بین نوت هیچ فاصله کوچیکی هم نمیدید، کامل باید شنیده بشن. اگه من بخوام حالت اول رو یک بار دیگه اجرا کنم ممکنه کوتاه کوتاه بزنم، یه فید شدنی ته هر صدا هست، اما اینجا ما مجبوریم همه صدا رو تا آخرش نگه داریم، انگار یک دست همه نوت ها از نظر شدت با هم برابر هستن.